در ولایت کندز از خودکشی یک خانواده جلوگیری شد. مسئولان امنیتی کندز میگویند که از خودکشی یک خانواده در این ولایت جلوگیری کرده اند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مادر این خانواده قصد داشت با استفاده تیل پترول خود را همراه با ده اولادش آتش بزند. بر بنیاد گفته های حسینی، هنگامی که این مادر تیل پترول را بالای اطفال قد و نیم قدش میریزد، اطفال سر و صدا میکنند و همسایه های این فامیل از خودسوزی آنان به پلیس حوزه سیوم شهر کندز خبر میدهند که سرانجام از خودسوزی این خانواده جلوگیری صورت میگیرد. پلیس موفق شده تا یک خانواده را از خودکشی نجات بدهد. خانومی که شوهر معتادش مدت 6 ماه قبل خانواده خود را ترک کرده و اینا در طی 6 ماه با فروش اجناس منزل امرار معاش میکرده، بالاخره دو روز قبل تمام اجناس خانه تمام میشه و دو روز اینا گرسنه میگذرانند. قبل از ظهر دیروز این خانم با تهیه مقدار تیل خود و اطفال خود میخواسته که عریق بکنه، آتش بزنه و خودکشی کنند که خوشبختانه با بعد از آوردن اطلاعی به موقع پلیس وارد اقدام میشه و این خانم جلوگیری میکنه و اینا رو به حوزه امنیتی انتقال دادن. تعدادی از هموطنهای دلسوز ما مقداری کمک ها را به خانواده کردن. امیدوار هستم که هموطنهایی که صدای مرا میشنوند، کسایی که وسیله مالی دارند، به این خانواده کمک بکنند و تا همچو حادثات جلوگیری صورت بگیره. سخنگوی قماندانی امنی افزود که شوهر این خانم معتاد بوده و آنها را ترک کرده اند و این مادر به خاطر نداشتن غذا و پول برای تهیه مواد خوراکه به خانوادهش قصد داشت خود را همراه با اطفالش از بین ببرد. بر اساس سخنان حسینی که برخی از باشندگان کندز همراه این خانواده کمک مالی نمودند، اما وی تأکید کرد که باید همراه این خانواده فقیر و بی‌بضاعت سرمایه‌داران و تجاران کمک مالی و نقدی نماید تا در آینده این خانم به چنین یک عمل دست نزند. مادری که از فقر روزگار و تنگدستی قصد داشت خود را همراه با ده طفل معصومش با استفاده از آتش‌سوزی خودکشی کند، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: ما همین صحبتی میخواستیم که از خاطری که چیزی در خانه نداشتم، خوراکه دیگه هم ده دانه طفل داشتم، بچه جوانم خود خودکشی میکرد، 6 ماه شده شوهر من خانه گم است، پدری شده رفته، اما پلیس خبر شد، آمد از زمین نجات داد، دوزی سی آورد، دوزی سی برمون کمک کرد، خیلی برمون تشکری میکنیم، دوزی سی خیر ببینم که مرا طفلای ما اولادای ما از زمین مصیبت نجات داد. با باور کارشناسان امور اجتماعی، عدم کنترل نفوس در درون خانواده ها نیز باعث فقر و تنگدستی در افغانستان محسوب می شود. افزایش فرزندان در فامیل هایی که در آن هیچ گونه زمینه برای تعلیم، صحت، غذا و سایر نیازمندی های آنان وجود نداشته باشد، می تواند خانواده ها را در فقر بیشتر فرو برند.